زارنای های عزیزم، سلام برگ ماهتون. امیدوارم که عالی عالی باشید. با قسمت آخر از کار کوله پشتی در خدمتتون هستم. همونطور که میبینید تنه کار رو ما با هم آماده کردیم و این قسمت جیب رو قرار شد که جداگانه ببافیم و به تنه وصل بکنیم. من برای که شما بهتر متوجه بشید با یه رنگ مخالف وصلش کردم. اینجا هم همینطور با رنگ مخالف وصلش کردم. و ببینید برای اینکه کار خیلی بزرگ هستش، همینجا دیواره رو به کارم دادم که بتونم راحت تر کار انجام بدم. اگه قرار باشه که اینو یک سره ببافید خیلی براتون سنگین میشه و اذیت میشید. ببینید همونجوری که میبینید اینجا من دو ردیف در واقع دیواره اضافه کردم. میتونید هم صاف ببافید و بعد تا بکنید به این شکل، صاف دو ردیف سه ردیف هر چند تا که میخواید ببافید و در انتها اینو تا بکنید. اگر که مهرتون مکعبی هست میتونید این کار بکنید، مکعبی نیست سعی کنید هنگام بافت بهش حالتش رو بدید. این هم از قسمت پشت کار که من برای اینکه ساده نباشه یه مقدار روش طرح انداختم که از سادگی در بیاد و بتونم یه کار طرح‌دار در پشت کار داشته باشم. برای قسمت پشت کار هم یک ردیف دیواره اضافه کردم که حالا دوباره الان خدمتتون عرض می‌کنم چه کار بکنید و ارتفاع هم به اندازه یک کاغذ A4 و کلاً فضا رو به اندازه یک کاغذ A4 که بتونن کتاب داخلش بذارن در نظر گرفتم. خب حالا توی این قسمت با هم بریم ببینیم این دیواره ها رو چطوری درست کردیم. ببینید شما از قسمت بالای کارتون که هیچ دیواره ای ندارید، قسمت های گوشه و پایین کار، میتونید دو ردیف رو به قسمت جلو ببافید، دو ردیف رو به قسمت پشت ببافید و در انتها به هم دیگه وصلشون بکنید. ببینید هر جایی از کارتون که میخواهید اون دیواره رو داشته باشید نخ رو بیارید. حالا اینجا من برای اینکه شما متوجه بشید تو قسمت بالای کار انجام میدم، ولی شما باید توی این دیواره ها انجام بدید. فقط به خاطر اینکه خالی هستش من روی همون قسمت آموزش میدم که شما بهتر متوجه بشید، بعد میشکافمش. ببینید 1 متر نخ وارد اولین مهره میکنیم، اولین مهره 1 متر نخ وارد میکنیم، 3 تا دونه مهره میگیریم و برمیگردیم توی دونه آخر و دونه آخر رو مشترک میگیریم. حالا ببینید اگر که مهرتون مکعبیه میتونید اینجوری صاف ببافید، یعنی یه ردیف بیشتر دو ردیف بیشتر. اگر که مهرتون شکل دار هست بهتره که زمانی که میبافید اینطوری حالت دیواره رو بهش بدید. وقتی حالت دیواره به کارتون میدید به این شکل دیگه یه کار خیلی محکم تری دارید، یعنی خود اون نخ هم مثلا به اون سمت میره. من واقعیتش همین مکعبی ها رو هم زمانی که میبافم به شکل همین دیواره رو میبافم. حالا توی نخ بالایی 2 تا دونه مهره میگیرم و دونه آخر رو مشترک. بالا 2 تا دونه مهره میدم، از پایینم که از توی یه مهره عبور کردم و دونه آخر رو مشترک میگیرم. ببینید این کار رو شما 2 الی 3 ردیف یا هر چند ردیفی که دوست دارید عرض کارتون باشه انجام میدید. دوستان ببینید اگه قرار باشه که ما کارمون در کنار جمع بشه، مثل این الان ببینید قشنگ مداد میره داخلش، اگه قرار باشه که کنار کار جمع بشه باید این عدد عدد فرد باشه. نگاه کنید 1 2 3 تا گل دارم. حالا اگه قراره بیشتر باشه 5 7 9، خب هر عددی که میخواید بگیرید، ولی باید این تعداد فرد باشه، نباید تعدادش زوج باشه. حالا یه نخ میاریم از داخل اولی دومی سومی رد میکنیم و بعد میکشیمشون یه دونه مهره میندازیم و مشترک میگیریم. ببینید الان اینجا هم همینه، نخ رد شده به این شکل، نخ رد شده و کار جمع شده. حالا من که مثلا روی اینا نگاه کنید 3 تا دونه جمع میشه، این در واقع تا میخوره و نخ از داخل این 3 تا رد میشه، اون یه دونه میفته در واقع داخل کار، که یکم با مهره های مکعبی کار سخته. حالا قلق چیه؟ قلق اینه که اگر قرار کارتون جمع بشه بهتره که در این قسمت وسط که میره تو اون مهره ها رو گرد انتخاب بکنید. الان ببینید این من تنه اول کارمه، اینم تنه دوم کارمه. وقتی میذارمشون روی هم اگه قرار جمعشون بکنم، ببینید دوتا رو که میذارم رو هم میخوام وصلشون بکنم، این مهره های بالایی اولای کار توی این دوتا ستای آخری خوبه فقط تو همین چند تا دونه اینا رو مهره هاشو گرد انتخاب بکنم که قشنگ تر راحت تر بمونه. اگر مکعبی باشه هم هیچ ایرادی نداره. برای قسمت در کوله پشتی هم ببینید این قسمت پشت کارمون رو قبل از اینکه بخوایم وصل بکنیم در کیف رو ما وصل می‌کنیم، کامل کاراشو انجام میدیم، بعد به تنه وصل می‌کنیم، چون خیلی کار سنگینی هستش. ببینید این بستگی داره که شما دوست دارید در کیف چقدر باشه. بعضی از عکس‌ها رو من نگاه کردم کل این قسمت در کیفه، یعنی به همین عرض در کیف هستش. بعضیاشون نه، خب مثلا یکی دو تا کمتر، خصوصا اونایی که جمع شده، اونایی که جمع شده باید از گل سوم چهارم شروع کنید، نمیتونید از گل اول، چون این قرار این تیکه جمع بشه بره داخل کار، اصلا نمیتونید در بذارید مگر اینکه در رو از این قسمت شروع کنید. خب از این قسمت شروع کنید. بنابراین میایم اینجا از گل سوم مثل همین دیواره ای که دادیم به همین ترتیب میایم ردیف بعد، میایم ردیف بعد. اگه قرار هر زمان هم دور بزنیم با نخ پایینمون که عبور میکنیم دیگه مهره رو به نخ بالاییمون نمیدیم، مهره رو میدیم به اون نخی که در واقع نمیبافتیم باهاش. الان دیدید این نخ پایینمون بود، من عبور کردم، این دفعه مهره رو میدیم به نخ پایینیمون. ببینید اینطوری. حالا میایم بالا ادامه میدیم و شکل در رو ایجاد میکنیم. هر جا هم که قرار باشه که یه دونه کم بکنیم، اگه سختتونه هیچ موردی نداره، میتونید این کار رو بکنید. ببینید دوتا مهره رو میدید به یه نخ، نخه که هیچ موقع باهاش نمیبافتیم، دونه آخرش رو مشترک نمیگیریم، میایم آخرین دونه ای که قبلا مشترک گرفته بودیم از داخل اون عبور میکنیم، یه دور میایم پایین
یه دور میریم توی مهره اولی از گل قبلی، اینم مهره دوم از گل قبلی، درسته؟ دو تا مهره انداخته بودیم که گلمون ایجاد بکنیم. این یکی هم همینطور، این یکی هم میاد توی مهره کناریش، در واقع نخامون دور میزنه، نختون رو دور میزنید و به نخی که به سمت خارج هست سه تا دونه مهره میدید و دونه آخر رو مشترک میگیرید. اینجا تعداد گل هامون کم میشه. دقت بفرمایید، الان من دور زدم، در واقع اینجا بودم، اینو می‌خواستم مشترک بگیرم که نگرفتم، اومدیم توی این مهره، در واقع مهره مشترک گل قبلیمون، برگشتیم رفتیم تو مهره مشترک گل قبلیمون. حالا نخمون رو دور زدیم، اومدیم این پایین، اومدیم بالا دوباره. این یکی نخم که اومد توی مهره بغلی خودش، در کل نخاتون دور میزنه، میاد توی مهره قبلی و حالا اینجا گلمون رو ایجاد می‌کنیم. سه تا میندازیم، میایم اینجا دوباره بعدی از این پایین از نخمون از مهرمون عبور می‌کنه، دو تا مهره میدیم بهش و در واقع مشترک می‌گیریم. این میشه برای در کار. پس شما سعی بکنید در کار رو بهش وصل بکنید. فقط یه نکته هست، ببینید وقتی که مهره‌هاتون مکعبی هست مثل این کار، خیلی در کار خوشگه میبینید، اصلا خصوصا اگه بر بچه‌ها دارید میسازید، کلا در کار خیلی خوشگه، کلا مهره های مکعبی مهره های خوشگه هستن، بافتشون خیلی بافت نرمی نیست. حالا چاره چیه؟ شما زمانی که دارید این در رو میبافید، اگر مهره گرد که به این کار بخوره و خیلی نشون نده داشته باشید، هم بالاترین ردیف، یعنی جایی که قراره در تا بشه، خب قسمتی که قراره در تا بشه، هم لابلای در چند تا دونه مهره گرد استفاده بکنید. حالا میتونید بهش شکل بدید رو. این مهره بالایی ها رو که حالت لولا هستش برای این در کیف، اینا رو گرد بزنید و این لابلا هم چند تا دونه رو گرد بزنید. حالا میتونید طرح بدید، مثلا پیش خودتون بگید من میام اینجا 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 اینجا، مثلا یه طرح بدید یا یه گل بدید یا یه قلب بندازید، یه طرحی بندازید که با اون گرده لابلای این مکعبی ها باشه و اینو از خشکی در بیاره، یا حالا مهره هایی باشه که شکلشون بیزی هستش گرد باشه. خلاصه از مهره مکعبی برای در کیف اگر استفاده کنید کار بسیار خشک میشه. و خب ببینید الان این یه دیوار است، اینم یه دیواره، هر ارتفاعی برای دیوارتون دوست دارید شما در نظر میگیرید، یک متر نخ رو جدا میکنید به یکی از گل های دیواره. ببینید اولین گل دیواره که اینجا هست، درسته؟ به این اولین گل یه دونه نخ میدم، یک متر نخ میارم، حالا یه دونه مهره میندازم توی نخم و بعد میام توی قسمت روبرو که دیواره هست، اینجا نخم رو رد میکنم به این شکل، به این ترتیب یک دونه مهره رو مشترک میگیرم به این شکل، برای بعدی ها کارم راحت تره. ببینید توی مهره بعدی میرم، یعنی توی این یکی مهره، توی این یکی مهره میرم، بعد میام توی مهره نظیرش روبروش و یک مهره رو به صورت مهره مشترک میبافم. به این شکل. این میشه دوستان عرض کار ما، مهره‌ای که این بالا هست و دقیقاً همون کار قبلی رو انجام میدیم. یعنی شما توی مروارید بافی اگه بافت اولیتون درست باشه بقیه چیزا رو راحت یاد میگیرید. نخ رو رد کردم، سه تا دونه مهره میندازم، دونه آخر مشترک، دوباره میام مکعب بعدی دو تا میندازم، دونه آخر مشترک. اینا رو دیگه خودتون بهتر از من بلدید. این ارتفاع رو اونقدر ادامه میدید که دلتون میخواد، یکی دوست داره درجه کوتاه باشه، یکی دوست داره درجه بلند باشه. ببینید این ارتفاع رو شما اونقدر ادامه میدید تا میاد روی جیبتون قرار میگیره، خب، و بهش قفل بس میکنید اگر بخواید، اگر نخواهیدم که هیچ مشکلی نداره، میتونید حالا از مثلا حلقه های باز شو که راحت آسان باز شو هستن استفاده بکنید یا هر شکلی. به هر حال برای کناره های کارتون، رو در کارتون، به این روش شما میتونید دیواره رو اضافه بکنید و در براش اضافه بکنید، در اضافه بکنید. برای در کار هم عرض کردم چون که مکعبی هست حالت خشک پیدا میکنه، سعی بکنید اینهایی که حالت لولا داره، ببینید اینایی که اینجوری حالت لولا هست، بالاهای این کار رو اگر امکانش بود با یک مهره گرد استفاده بکنید، یا لابلای مکعبی هاتون یک سری مهره های گرد یا بیزی بذارید که کار از این خشکی برای قسمت در بیاد. برای قسمت در واقع اون بندی که پشت کار میخوره، ما میایم پیش خودمون میگیم کوله های معمولی نگاه بکنید، قسمت پایینش تقریبا بند از اینجا و اینجا شروع میشه، ولی بالاترین نقطه بند در واقع به هم نزدیک هستش، پس ما هم همین کار رو میکنیم. ببینید شما میایید اینجا نختون رو وارد میکنید به یکی از مهره ها، حالا این پایین یا مثلا ردیف یکی به آخر، فرقی نداره، هر جایی که دوست دارید. حالا من آخری بس میکنم که بهتر متوجه بشید. اینجا میتونید گل رو با توجه به عرضی که توی عکس دارید درست بکنید، یعنی اگر که توی عکستون گل شش تایی هست، خب گل شش تایی درست کنید، اگه چهار تایی هست چهار تایی درست کنید، اگه زنجیر هست خب زنجیر بس میکنید. ببینید الان من 5 تا، اینم 6 تا، 6 تا مهره میندازم توی مجموع نخام، یعنی از یه مهره عبور کردم، دو تا میندازم توی این نخام، دو تا توی این نخام، یه مهره رو مشترک میگیرم، یعنی توی یکی از نخام سه تا مهره انداخته بودم، درسته؟ اینم دونه مشترک،
پس شد یه گل شش تایی. ببینید یه گل شش تایی. دوباره همین کار رو تکرار میکنید، یعنی دو تا مهره میدید به یه نختون، دو تا مهره هم به یه نخه دیگه تون میدید و یه دونه مهره رو میارید و به عنوان مهره مشترک میبافید به این شکل و کار به این شکل جلو میره. دقت بفرمایید. این از این. ادامه این رو میاریم بالا، به این نقطه بالا متصلش میکنیم. حالا اینجا چون من اونو آماده ندارم، شما فکر کنید این قسمت بالای کارمون هست و کار تموم شده. زمانی که تموم میشه دو تا مهره میدم به یه نخم، دو تا مهره هم میدم به یه نخ دیگه و قراره یه مهره رو مشترک داشته باشم. مهره مشترک از کجا میاد؟ مهره مشترک بالاترین قسمت پشتی کار اینجا که قراره اینا با هم نزدیک بشن. یه دونه رو میذارید تو این، اون یکی بندو توی این یکی اضافه میکنید که خیلی هم به هم استقاک نداشته باشن. حالا اینو من با این نشونتون میدم. فکر کنید این بندو بلند ما انجام دادیم، میایم اینجا یه نخمون رو از توی مهره بالای بالا عبور میکنیم. بعد اینجا میتونید دو تا نخو به هم دیگه عادی گره بزنید، گره رو رد میکنید از توی نخای دیگه که معلوم نشه. یه کار دیگه هم که میتونیم بکنین، توی این یکی نخ البته دو تاشو باید بندازیم. یه کار دیگه هم که میتونیم بکنین، این یکی نخو که سمت چپمه میارم اینجا، اون یکی نخ زیر دستمه، زیر اون یکی نخه، از توی مهره دوباره عبور میکنم. این یکی نخه لای این جریان رفت و آمد اون نخ گیر کرد، درسته؟ حالا اینجا یه گره ایجاد میکنه و اینو توی خودش محکم نگه میداره. اینم از وصل بند. حالا برای اینکه محکم باشه دوباره میبرمش تو مهره بالایی و اینقدر میچرخونمش توی مهره های بالایی که کارم محکم بشه. این نخم همینطور. حالا وسطا میتونه این دوتا نخ دوباره یه جایی به هم برسن و دوباره گره بخورن، یا گره عادی یا به همین شکلی که عرض کردم. اینم همینه که یک نخ میاد، اون یکی نخ میاد روش، نخ زیر برمیگرده میره توی همون مهره، میره توی همون مهره و گره ایجاد میشه. این گره که ایجاد شد رو میکشید میبرید تو دل مهرتون و بندتون رو ایجاد میکنید. حالا اگر دیدید کارتون داره سنگین میشه، میتونید از بندهای پلاستیکی آماده هم استفاده کنید که بچه‌ها باهاشون راحت‌تر هم هستن. در این حال شما میتونید یا از حلقه هایی که باز نمیشه و فیکس هستن زمان بافت بندازین، لای بافتتون، بافتتون انجام بدین، یعنی وقتی دارین اینجا رو مهره رو گرهشو میزنین قبل از اینکه گره رو بزنی حلقه رو میندازی یا گره رو میبندی. ببینید این حلقه های باز رو هم خیلی انتخاب های خوبی هستن که شما میتونید هر زمانی که کارتون تموم شد به جای اینکه بخواید بند رو به کیف وصل بکنید، از این حلقه های باز رو مثلا اینجا یه دونه، اینجا هم یه دونه، این بالا هم یه دونه اضافه بکنید، بند رو جداگانه ببافید و بعد بندازید توی این حلقه ها که هر زمان خواستن بند رو ازش جدا بکنن، حتی برای کیف های دیگه شون هم استفاده بکنن. برای بند جداگونه هم ببینید من 6 تا مهره میندازم توی نخم، دونه آخر رو مشترک میگیرم، یعنی اینکه برمیگردم توی دونه آخرم حلقه ایجاد میشه و نخ رو از توش رد میکنم. یه گل 6 تایی ایجاد میشه. دوست داشتم 4 تایی باشه 4 تایی میزنم، 6 تایی باشه 6 تایی میزنم. این دیگه بستگی به خودتون داره و سلیقتون. ممکنه مثلا یه جایی یه چیزی رو ببینین 7 تایی باشه 6 تایی باشه، این دیگه بستگی به خودتون داره چه گلی دوست دارید. 6 تایی خیلی با مکعبی قشنگ میشه، 5 تایی هم همینطور، 6 تایی قشنگ تر میشه. 5 تایی رو نمیتونید زنجیر بزنید، فقط برای اولین گل میتونید استفاده بکنید. ببینید زنجیر بخواید بزنید یا باید 4 تایی باشه یا باید 6 تایی باشه، شما نمیتونید زنجیر رو مثلا 3 تا 3 تایی ببرید جلو، سختتون میشه. ببینید این هم از این. پس چیکار کردیم؟ 6 تا انداختیم، دونه آخر رو مشترک گرفتیم، دو تا به این نخ، دو تا به اون نخ، دونه آخر مشترک. چک بفرمایید، دو تا به این نخ، دو تا به این نخ، دونه آخر مشترک. اینو شما یه بند به بلندایی که دوست دارید استفاده درست میکنید، بعد به کیفتون وصل میکنید. حالا خوبیش اینه که اگر اینو جداگانه وصل بکنید هم به کیفای دیگه وصل میشه، همین که میتونید الان یه بند بلند درست بکنید و اگه مثلا بچه کوچیک هست مثلا به حلقه پنجمش وصل بکنین، از اونورم به حلقه اولیش وصل میکنید، بعدن که بزرگتر میشه کوله بلندتر میخواد میایید حلقه اول وصل میکنید که در واقع انگار که یه زنجیره سایز دارید و خیلی بهتون بیشتر کمک میکنه. اوکی، امیدوارم که این آموزش هم براتون مفید و موثر باشه. دوستش داشته باشین، ببافینش. هر سوالی داشتین من در خدمتتون هستم. متشکرم.